در 27 تیر ماه نیروهای دموکراتیک سوریه عنوان کردند که اعضای آنها با پشتیبانی ائتلاف آمریکایی حدود 1100 کیلومتر مربع از استانهای حسکه و دیرالزور شامل 16 روستا را از دست داعش آزاد کردند. SDF عنوان کرد که در پیشرویهایش 4 عضو داعش کشته شدند و 4 نفر دیگر به اسارت درآمدند. یکی از اعضای SDF نیز کشته شد. همچنین SDF یک خودروی پیکاپ، 2 سلاح اتوماتیک سنگین، 1 RPG و تعدادی مهمات از داعش به غنیمت گرفتند. آمار و ارقام منتشر نشان از آن دارد که تروریست های داعش مقاومت خاصی در برابر پیشروی های SDF از خود نشان ندادند. یک روز قبل در 26 تیر ماه الهام احمد رئیس شورای دموکراتیک سوریه SDC شاخه سیاسی SDF عنوان کرد که SDC به زودی دفترهای خود در استانهای حما، حمص، لازقیه و دمشق را با هدف تسهیل در امور مذاکرات و همکاری با دولت سوریه بازگشایی خواهد کرد. این موضوع یک روز پس از دیدار پوتین و دونالد ترامپ در هلینسکی که در مورد وضعیت سوریه نیز به بحث و گفتگو نشسته بودند از سوی SDC اعلام شد. در همین زمان مسلحین شهر درعا در جنوب سوریه بخش دیگری از سلاح‌های خود را به ارتش سوریه تحویل دادند. این بخش شامل 3 تانک T-55، 2 نفربر زرهی، 4 توپ جهنم و تعداد دیگری سلاح و مهمات می شود. ارتش سوریه با برقراری یک توافق مصالحه در 23 تیر ماه موفق به بازیابی کنترل شهر درعا شد. از آن زمان به بعد مسلحین در حال تحویل سلاح‌های خود هستند. یک توافق مصالحه محلی نیز در شهر جاسم در شمال غرب درعا صورت پذیرفت و یگانهای ارتش سوریه کنترل بلندی‌های استراتژیک اطراف شهر را در 28 تیر ماه به دست گرفتند. مسلحین نیز عملیات تحویل سلاح را آغاز کردند. اخیراً یک سری از درگیری‌ها بین ارتش سوریه و تحریر شام در اطراف شهرک نوا صورت پذیرفت. با این حال مسلحین معتدل‌تر موفق به اخراج تروریست‌های تحریر شام از منطقه شدند. در 27 تیر ماه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که روسیه اقدام برپایی یک مرکز دریافت، نقل مکان و جایگزینی آوارگان در سوریه کرده است. این مرکز بر بازگشت افراد آواره و آوارگان سوری از کشورهای خارجی به مناطق خود نظارت خواهد کرد. همچنین این مرکز در تحویل کمک‌های بشردوستانه شرکت خواهد کرد و به دولت سوریه در بازگرداندن خدمات بهداشتی و انسانی کمک می‌کند. از آنجا که درگیری‌ها در بیشتر مناطق کشور سوریه رو به پایان است، عملیات‌های بشردوستانه و توانایی دولت دمشق برای بازگرداندن زندگی صلح‌آمیز در سرتاسر کشور تبدیل به فاکتور مهمی شده است که بر ایجاد راهکار سیاسی نهایی تأثیر مهمی دارد.